کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. از حال بد به حال خوب، نوشته دیوید برانز. دیوید برانز روانشناس، شناخت درمانگر و استاد بخش روانپزشکی در دانشگاه استنفورد می باشد که در این کتاب شیوه های درمان افسردگی بدون دارو به وسیله شناخت درمانی می پردازد. صفحه 210. توجه داشته باشید که به بعد موکول کردن انجام کارها فواید زیاد دارد. ساده است. می توانید کار راحت تری بکنید. می توانید موضوع را اصولا از ذهن خود خارج کنید و در نتیجه آنقدرها نگران و ناراحت نباشید. می توانید از انجام کار دشوار اجتناب کنید. مجبور نیستید که خطر شکست را بپذیرید. می توانید خیال کسانی را که غیر منصفانه شما را به انجام این کار تشویق می کنند راحت کنید و از سطح توقعات مردم از خودتان بکاهید. اگر به قدر کافی انجام کار را به تعویق بیندازید، ممکن است دست از سرتان بردارند و از شدت توقع خود بکاهند. به بعد موکول کردن کار ممکن است به شما اعتبار بدهد. دستکم تنها اشخاص بسیار خوشبخت و ثروتمند مجبور به کار نیستند. اگر کاری صورت ندهید و به خود سخت نگیرید، ممکن است در وصف حال خود بگویید من با بقیه فرق دارم، مجبور نیستم که زیاد کار و تلاش کنم، من سزاوار آن هستم که خوش بگذرانم و شاد باشم. اطلاع از فواید به تعویق انداختن انجام کارها بسیار مهم است. ممکن است امتیاز این کار به قدری زیاد باشد که اصولاً به دست کشیدن از آن راغب نباشید. برای تغییر به دلایل بسیار محکمی احتیاج دارید. با اطلاع از امتیازات به تفره رفتن انجام کارها بهتر می دانید که چرا به این سادگی از آن دست نمی کشید. از خواب بیدار می شوید و به خود می گویید امروز حتما فلان کار را می کنم. این فلان کار می تواند رعایت برنامه رژیم غذایی یا مرتب کردن میز یا هر کار دیگری باشد که انجام آن را به تعویق انداخته اید. در پایان روز می بینید که برنامه مورد نظر را اجرا نکرده اید. به جای گرفتن رژیم لاغری پرخوری کردید. میز شما شلوغ‌تر از سایر روزهاست. از خود عصبانی می‌شوید و تعجب می‌کنید که چرا تا این حد بی‌منطق هستید. شاید غیر منطقی نباشد. ممکن است دلایل بسیار زیادی برای انجام ندادن آن کار به خصوص داشته باشید. ممکن است به این نتیجه برسید که اگر تغییر نکنید بهتر است. موضوع فصل گذشته را به یاد آورید. فراموش نکنید که تفره رفتن از کارها در مواقع سالم و منطقی است. ممکن است از آن جهت به کالج می روید یا به کار فروشندگی بیمه مشغولید، زیرا فکر می کنید این کار را باید بکنم. ممکن است دیگران شما را زیر فشار گذاشتن که این کار را بکنید، اما در صمیم قلب خود علاقه ای به انجام این کار ندارید.
ممکن است از آن جهت به کلاس‌های درس کالج نمی‌روید، زیرا در حال حاضر به شرکت در این کلاس‌ها بی علاقه هستید. ممکن است بخواهید یک سال درس نخوانید و در این مدت به زندگیتان و اینکه از آن چه می‌خواهید بیندیشید. شخصاً دو بار و هر بار به مدت یک سال از حضور در کلاس‌های دانشکده پزشکی خودداری کردم، زیرا مطمئن نبودم که آیا واقعاً به حرفه پزشکی علاقه‌مند هستم. تنها از آن جهت به دانشکده پزشکی می‌رفتم که به روانپزشکی علاقه‌مند بودم. به درس پزشکی علاقه نداشتم و در بسیاری از مواقع به نظرم می‌رسید که این همه تلاش برای درس خواندن جایز نیست. این دو سالی که درس نخواندم فرصت مختنمی بود تا به آنچه واقعاً در زندگی می‌خواهم فکر کنم. در این دو سال احساس تعهد بسیار زیادی داشتم. آیا می توانید به زیانی در ارتباط به کاری که انجامش را انتخاب کرده اید و آن را انجام ندادید فکر کنید؟ ممکن است احساس گناه کنید. ممکن است از کسانی که به شماتت از شما حرف می زنند خسته شدید. از رضایت ناشی از انجام دادن کار هم بهره مند نخواهید بود. زیانهای تنبلی و تفره رفتن از انجام کارها را در زیر فهرست کنید. حالا فواید و زیانهای به بعد مکول کردن کارها را با هم مقایسه کنید. از خود بپرسید که آیا فواید انجام ندادن این کار به خصوص بیش از زیانهای آن بوده است؟ مردی که تحلیل سود و زیان او را در صفحه بعد مشاهده می‌کنید، از مرتب کردن میزش تفره می‌رفت. او به این نتیجه رسید که نسبت 60 به 40 زیانهای مرتب نکردن میزش از فواید آن بیشتر است. اکنون فهرست مشابهی از فواید و زیانهای کاری را که طبق برنامه باید امروز شروع کنید تهیه نمایید. توجه داشته باشید که به زمان امروز اشاره کردم. همچنین توجه داشته باشید که می‌خواهم فواید و زیان‌های شروع به کار را فهرست کنید و به تمام شدن آن کاری ندارم. این نکته مهمی است، زیرا کار مورد نظر می‌تواند بسیار زیاد و حجیم باشد. هنگام نگارش این کتاب انبوهی از کاغذ در اتاق کارم انباشته شده بود. فرصت رسیدگی و مرتب کردن همه آنها را نداشتم. به نظر می‌رسید که سازمان دادن به این اوراق به حدود 5 ساعت وقت نیاز داشته باشد. وقتی این کار را شروع کنم باید مرحله به مرحله پیش بروم. در مدت چند هفته این کار تمام می شود. اینطوری ساده تر است. اگر به خود می گفتم که باید همه این اوراق را به یک بار مرتب کنم، این کار هرگز صورت خارجی نمی گیرد. درباره امروز شروع کردن کاری که مدت ها از انجام آن تفره رفته اید فکر کنید. ممکن است عزت نفس بیشتری پیدا کنید. ممکن است دیگران برای شما احترام بیشتر قائل شوند. ممکن است روحیه بهتری پیدا کنید. وقتی شروع کنید احتمالاً انگیزه بیشتری به دست می آورید. امتیازات امروز شروع کردن را در سطرهای زیر بنویسید. انجام ندادن کار، تحلیل سود و زیان. کدام کار است که از انجام آن تفره می روید؟ مورد را بنویسید. مرتب کردن میز کارم. مزایا و زیانهای تفره رفتن را بنویسید. امتیازات 1. می توانم کار مورد علاقه‌ام را بکنم. 2. به نظر کار سبکی می رسد. 3. خیالم راحت می شود. زیانها 1. هر بار به آن فکر کنم احساس گناه می کنم. 2. خودم را نامرتب می دانم و احترام به خویش را از دست می دهم. 3. نمی توانم اوراق مورد نیازم را پیدا کنم. 4. بسیار در هم و بر هم از زنم ناراحت می شود. 5. از رضایت خاطر ناشی از آن بهره مند نمی شوم. زیانها 60. امتیازات 40. نتیجه: مزایا و زیانهای انجام ندادن کار مورد نظر را با هم مقایسه کنید و به آنها امتیاز بدهید. فواید و زیانهای امروز شروع کردن را فهرست کنید. فواید 1. اگر شروع کنم احساس بهتری پیدا می کنم. 2. مرتب تر می شود و آنچه که نیاز دارم راحت تر پیدا می کنم. 3. اتاق منظره بهتری پیدا می کند. 4. زنم را شگفت زده می کنم. زیانها 1. خیلی شلوغ و در هم است، ناراحت می شوم. 2. کارهای دیگری هم دارم که اگر با آنها بپردازم بهتر است. 3. ممکن است خیلی وقت بگیرد. فواید 55، زیانها 45. زیان ناشی از شروع کار در امروز می تواند شامل موارد زیر باشد. ممکن است کار دشواری باشد. ممکن است عصبی شوید. ممکن است پس از شروع الزام بیشتری پیدا کنید. ممکن است موفق نشوید. اگر کارها را به خوبی انجام ندهید ممکن است مورد تمسخر دیگران قرار گیرید. فرصت پرداختن به کارهای لذت بخشتر را از دست می دهید. حالا نظر خود را درباره زیانهای ناشی از شروع کردن را یادداشت کنید. پس از تکمیل فهرست ها فواید امروز دست به کار شدن را با زیانهای آن مقایسه کنید. کدام یک امتیاز بیشتری به دست آوردن؟ در جدولی که ملاحظه کردید، امتیاز انجام دادن کار 55 و انجام ندادن آن 45 بود.
پس از مقایسه سود و زیان امروز، دست به کار شدن یا به بعد موکول کردن آن می توانید انتخاب کنید. در پایان این فصل برگه تحلیل سود و زیان را برای شما ارائه کردم که می توانید از آن استفاده کنید. ممکن است به این نتیجه برسید با آنکه به انجام کار مورد نظر علاقه ندارید، انجام آن به سود شماست. به کمک این روش می توانید عادت برای دست به کار شدن باید انگیزه یا روحیه داشته باشم را از سر خود کم کنید. تحلیل سود و زیان به خصوص اگر از سوی اشخاصی برای انجام کار زیر فشار هستید و در برابر آنها مقاومت می کنید بسیار مفید است. ممکن است همسر، پدر، مادر یا یکی از آموزگاران شما را زیر فشار بگذارند تا وزن کم کنید. ورزش کنید، درس بخوانید، تقاضای استخدام بدهید یا اتاقتان را مرتب کنید. ممکن است از روی سماجت به این درخواست آنها تن ندهید. باید تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید بکنید. ممکن است با وجود قرولند و گلایه دیگران باز به صلاح شما باشد که کار مورد نظر را انجام دهید. با همین استدلال وقتی تحلیل سود و زیان خود را مرور می‌کنید، ممکن است به این نتیجه برسید که در این لحظه بخصوص نمی‌خواهید دست به کار شوید. ممکن است به این نتیجه برسید که هرگز تمایل به انجام کاری که تاکنون آن را به بعد موکول کرده اید ندارید. این هیچ اشکالی ندارد زیرا آزادانه تصمیم گرفته اید. در این شرایط انجام ندادن کار دیگر تفره روی نیست. مسامحه طبق تعریف اجتناب از انجام کاری است که به انجام دادنش مصمم شده اید. اگر تصمیم بگیرید که آن را انجام ندهید مسئله شما حل شده است. احتیاجی به خواندن بیش از این هم ندارید. اما اگر تحلیل سود و زیان شما نشان می‌دهد که قصد شروع دارید، در این صورت به مرحله بعد بپردازید. مرحله دو، برنامه ریزی. آیا به این نتیجه رسیده اید که فواید دست به کار شدن بیشتر است؟ در این صورت می‌خواهم بدانم که دقیقاً از کی شروع می‌کنید. این زمان را در سطر زیر یادداشت کنید. آیا زمان شروع را نوشتید؟ آیا پاسخ شما منفی است؟ مرا به فکر می‌اندازید. این نشان می‌دهد که امروز قصد دست به کار شدن ندارید، یا این فصل را از روی کنجکاوی می‌خوانید، یا اینکه تصمیم گرفتید این کار را شروع نکنید. اشکالی ندارد، اما به هر صورت باید کاملا مشخص کنید که در این زمان به خصوص قصد رفع مشکل تفره رفتن را ندارید. اما اگر زمان شروع را یادداشت کرده اید، به شما تبریک می‌گویم. تصمیم گرفته اید که تغییری در زندگی خود بدهید. شما پیشاپیش بلندترین قدم را برداشتید. اگر تمرینات کتاب را مرحله به مرحله انجام دهید، مطمئناً می توانید بر این مشکل چیره شوید. توجه داشته باشید اگر زمان شروع را یادداشت نکردید، هنوز هم فرصت باقی است این کار را بکنید. مداد را بردارید و زمان شروع به کار را یادداشت کنید. بسیاری از بیماران معتقدند که برای برخورد با مسامحه کردن به کمک احتیاج دارند. از تعهد مبهمی در قبال حل مسئله حرف می زنند. ممکن است بگویند که پس از مراجعه به منزل ورزش می کنند. نامه درخواست شغل خود را می نویسند و هر کاری را که تاکنون نکردند انجام می دهند. اوایل امیدوار بودم که بیمار کاری را که قرار است انجام دهد، اما هفته بعد می رسید و می دیدم کاری را که قرار بود عمل داده است. معمولا با جمله نظیر فراموش کردم یا به فکرم نرسید با مسئله برخورد می کردند. چندین سال روی این موضوع کار کردم. باید راهی برای برخورد با این موقعیت می جستم و سرانجام روش خوبی پیدا کردم. اگر شما بیمار من باشید و بگویید که می خواهید کاری را که مدت‌ها از انجامش تفره رفتید انجام دهید، از شما می‌پرسم دقیقاً در چه ساعتی از امروز می‌خواهی شروع کنی؟ ممکن است ساعتی را مشخص کنی. بعد از شما می‌پرسم آیا احتمال می‌دهی کاری یا مشغله مانع شروع کار تو شود؟ موارد را به اتفاق یادداشت می‌کنی. بعد می‌گویم حالا بگو چگونه می‌خواهی با این مشغله‌های احتمالی روبرو شوی و آنها را از میان برداری. بعد از شما می‌خواهم در ساعت معینی به من زنگ بزنید و انجام شدن یا نشدن برنامه را اطلاع دهید. ممکن است کمی توهین‌آمیز به نظر برسد، اما به این نتیجه رسیدم که وقتی متعهد می‌شوید کاری را در زمان مشخص شروع کنید، احتمال موفقیت افزایش می‌یابد. حالا اگر هنوز شروع را دقیقاً مشخص نکرده‌اید، در سطر زیر آن را مشخص کنید. آیا این کار را کردید؟ اگر جواب مثبت است، احتمالاً می‌خواهید به طور اصولی زندگی خود را متحول سازید. اکنون فهرست مواردی را که ممکن است شما را از شروع کار باز بدارد تهیه کنید. فرد یک پروفسور کامل گرایی است. قرار بود خلاصه ای از کتابش را بنویسد، اما از انجام آن تفره می رفت. نگران بود که خلاصه نویسی او چیز جالبی از کار در نیاید. صبح یکی از روزها پس از آنکه برگه تحلیل سود و زیان را در دفتر من تکمیل کرد، پذیرفت که همان روز در فاصله ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر کارش را شروع کند. از او خواستم فهرستی از مواردی را که احتمالاً مانع انجام این کار او خواهد شد یادداشت کند.
موانع احتمالی از این قرار بود. 1. احتمالاً ساعت 3 حوصله این کار را نخواهم داشت. 2. سرم به کارهای دیگری گرم خواهد شد. به این نتیجه میرسم که ابتدا باید اتاق کارم را مرتب کنم. 3. ممکن است یکی از دانشجویان از من وقت ملاقات بگیرد. 4. هنگام شروع احساس میکنم که توانایی انجام آن را ندارم. به خود میگویم که حرف مهمی ندارم که بزنم. از فرد پرسیدم که چگونه با این مسائل برخورد خواهد کرد. آنچه میخوانید راه حل‌هایی است که او ارائه داده است. 1. میتوانم به خودم بگویم طبق تصمیمی که گرفتم دوست داشته باشم یا نداشته باشم باید در فاصله 3 و 4 روی کتاب کار کنم. 2. میتوانم به جای منزل این کار را در کتابخانه انجام دهم تا شلوغی اتاق مطالعه حواس مرا پرت نکند. 3. اگر یکی از دانشجویان قرار ملاقات بخواهد میتوانم به او بگویم که در فاصله ساعت 3 و 4 وقتم را برای کار دیگری در نظر گرفتم. 4. میتوانم نکاتی را در این فاصله یادداشت کنم. مهم نیست که حرفی برای گفتن دارم یا ندارم. بعد به خاطر کاری که کردم از خود تشکر میکنم. فرد ساعت 4:15 به من زنگ زد. 1 ساعت روی کتابش کار کرده بود و احساس بسیار خوبی داشت. این روش ساده میتواند به شما هم کمک کند. به کاری که تصمیم به انجامش گرفته اید بیاندیشید. در ستون سمت راست نمودار هر مسئله یا مانعی را که میتواند مانع شروع کار شما شود یادداشت کنید و بعد ستون سمت چپ راه‌های مقابله با آن را بنویسید. پس از آنکه درباره زمان شروع تصمیم گرفتید و برای برخورد با مسائل و مشکلات احتمالی راه حل‌هایی پیدا کردید، برای مرحله دوم حاضر هستید. مرحله 3، کار را ساده کنید. اگر به جای هدف‌های بسیار بزرگ و کامل گرایانه هدف‌های واقعی و به نسبت ساده را انتخاب کنید، کار دشوار ساده می شود. ممکن است معتقد باشید که اگر جلسه نخست گزارش شما در حد عبارات شاعرانه و ادیبانه مدیر نباشد، اصولاً آن گزارش شما به درد نخواهد خورد. این توقع شما را به شدت زیر فشار می گذارد و ممکن است که به انجام ندادن کار منجر گردد. به جای آن، چرا گزارش را با یک جمله کافی و گویا شروع نکنیم؟ بسیار ساده تر می شود و دست کم می توانید شروع کنید. وقتی یک جمله به قدر کافی گویا را نوشتید، می توانیم جملات بعدی را به همین شکل بنویسید تا پاراگراف یا صفحه گزارش شما تکمیل شود. روز بعد می توانید گزارش را ویرایش کنید و عبارت بهتری بنویسید. خود من اغلب زمانی که زیر فشار نیستم بهتر کار می کنم و این مطلبی است که احتمالاً در مورد شما هم صدق می کنم. راه دیگری برای تبدیل کار دشوار به کار ساده این است که در هر زمان قدری از آن را انجام دهید. ممکن است از فکر اینکه باید همه کار را فوراً و یکجا انجام دهید گیج و دست پاچه شوید. به جای آن کار را به اجزای کوچکتری تقسیم کنید و هر زمان به یکی از آنها برسید. مهم توجه داشتن به لحظه اکنون و بی‌توجهی به آینده است. مهم این است که همین حالا چه می توانید بکنید. به دو شکل می توانید کار بزرگ را به اجزای کوچکتری تقسیم کنید. راهی برای این کار انجام قدم به قدم کار است. اگر تصمیم گرفته اید که دیوار اتاق را رنگ بزنید، قدم اول انتخاب رنگ است. قدم بعدی مراجعه به رنگ فروشی و خرید رنگ مورد نظر است. در مرحله بعد می توانید نردبان را کنار دیوار قرار دهید و غیره و غیره. دقت کنید که هر بخش از برنامه به قدر کافی ساده باشد. راه دوم ساده کردن کار تقسیم بندی زمانی است. زمانهای کوتاه و محدودی را انتخاب کنید. آیا حاضرید هر روز 10 تا 15 دقیقه روی کار بزرگی که پیش رو دارید کار کنید؟ ممکن است در برابر این پیشنهاد مقاومت کنید. تقریبا همه تمرها میگویند بیفایده است. 10 تا 15 دقیقه مطالعه یعنی چه؟ در مقایسه با این همه کاری که باید بکنم قطره ای از دریاست. به خاطر داشته باشید که در 15 یا 30 دقیقه هیچ کس نمیتواند بیش از 15 یا 30 دقیقه کار مفید انجام دهد. بنابراین وقتی میگویید باید بیش از این کار کنید، صحبت بیموردی زده اید. البته وقتی 15 یا 30 دقیقه کار میکنید، اگر بخواهید میتوانید 15 یا 30 دقیقه دیگر کار کنید. وقتی کار دشواری را با موفقیت انجام میدهم، چنان از خود بی خود میشوم که گاه چندین ساعت متوالی کار میکنم. اگر معتقدم هر 15 دقیقه کار ارزش همان 15 دقیقه را دارد، به خودم میگویم هرچه از 15 دقیقه بیشتر کار کنم شجاعت به خرج دادم. البته قبول دارم که این فریب دادن خود من است. با این حال میدانم که بسیار مفید واقع میشود. شما هم آن را امتحان کنید. در زیر به چند جنبه مثبت کار در زمانهای کوتاه اشاره میکنم. کارهای بزرگ را به کارهای کوچکی تقسیم میکنید که در مدت کوتاه انجام پذیر باشد. با این رفتار دشواری کار کمتر به نظر میرسد. می توانید بلافاصله پس از شروع به کار 15 دقیقه را تمام کنید.
احساس انجام دادن کار اغلب از شدت تنش شما میکند و انگیزه بیشتری تولید میکند. احساس آرامش و کارایی بیشتری پیدا میکنید. به تفره رفتن از انجام کار وسوسه نمیشوید، زیرا هرگز مجبور نیستید که در هر زمان بیش از 15 دقیقه کار کنید. انجام کار حتی اگر ناخوشایند باشد در مدت کوتاه 15 دقیقه قابل تحمل است. اقدام برای به یک بار انجام دادن همه کار روش مناسبی برای انجام کارهای بزرگ نیست. می توانید با کار کردن در فواصل زمانی کوتاه خلاقیت بیشتری به خرج دهید. نوشتن یا مطالعه گزارش پاره وقت‌های کوتاه راحت تر است. به عبارت دیگر با تلاش کمتر بیشتر می آموزید و درک می کنید. مرحله 4، مثبت فکر کنید. وقتی به کاری که از انجامش تفره رفته اید فکر می کنید، احتمالاً ناراحت می شوید و ترجیح می دهید که کار دیگری بکنید. علتش این است که به خود پیام های منفی می دهید و در اثر آن خود را گناهکار و شکست خورده می بینید. فرض کنیم قرار است به اشخاصی نامه بنویسید و از آنها تشکر کنید. ممکن است به خود بگویید آخ این همه نامه را باید بنویسم. اصلا حوصله‌اش را ندارم. بهتر است این کار را به وقتی موکول کنم که حالا حوصله بیشتری داشته باشم. البته در واقع باید همین حالا آنها را بنویسم، اما احساس می‌کنم که حالا حوصله‌اش را ندارم. کار خسته کننده است. به جای نوشتن نامه‌ها اگر کمی تلویزیون تماشا کنم بهتر است. می توانید برخورد با این افکار منفی را بیاموزید تا تحت تاثیر آنها قرار نگیرید. از خود بپرسید برای گریز از انجام کار به خودم چه میگویم؟ کدام افکار منفی به ذهنم خطور میکنند؟ این افکار را یادداشت کنید. کار بسیار مهمی است. اگر افکارتان را یادداشت نکنید نمیتوانید طرز فکر و احساساتتان را تغییر دهید. اندیشه های منفی مرتبط با کاری را که انجامش را به تعویق میاندازید یادداشت کنید. با نوشتن افکار منفی متوجه شوید که با تفره رفتن از انجام کاری که قرار است بکنید در واقع خود را فریب میدهید. به جای یک کار، این طرز فکر غیر واقع بینانه شما درباره یک کار است که به انجام ندادن آن کار منجر می شود. اجازه بدهید تکرار کنم. علت تفره روی شما از کار این است که درباره آن به طرز غیر منطقی و غیر واقع بینانه فکر می کنید. وقتی از کاری اجتناب می کنید، همیشه درباره چیزی خود را فریب می دهید. دکتر آرون بک این افکار منفی را TIC یا شناخت های مخل انجام کار نام داده است. می توانی جای اینها را با TOC یا شناخت های کارگرا عوض کنید. برای رسیدن به این موقعیت باید با روش TIC TOC آشنا شوید. شناخت های کارگرا یا TOC افکار مثبت و واقع بینانه هستند که به شما احساسی از انگیزه و کارایی می دهند. در نمودار صفحه بعد نخستین اندیشه منفی باید این همه نامه را بنویسم است. خطای شناخت این فکر که آن را در ستون میانی یادداشت می‌کنید تفکر هیچ یا همه چیز است. به خود می‌گویید که باید همه این نامه‌ها را امروز بنویسم. با این اندیشه کلافه می‌شوید و قبل از شروع از خیر انجام آن می‌گذرید. می‌توانید در ستون سمت چپ عبارت مجبور نیستم همه را امشب بنویسم، اما اگر یکی از نامه‌ها را بنویسم احساس بسیار بهتری پیدا می‌کنم را یادداشت کنید. حتی می‌توانید برای برنامه امشب به قرار دادن لوازم نامه‌نگاری یا نوشتن آدرس دو پاکت اکتفا کنید. قدم اول خوبی است که برمی‌دارید. دومین اندیشه منفی می‌توانم این کار را به روزی که حالا حوصله بهتری داشتم موکول کنم است. آیا می‌توانید خطای این فکر را بیابید؟ با مرور جدول خطاهای شناختی نظر خود را در سطر زیر یادداشت کنید. این خطا استدلال احساسی است، زیرا به امید حال و حوصله بهتر نوشتن نامه‌ها را به تعویق می‌اندازید. در واقع همان ضرب المثل گاری را به جلوی اسب پا بستن است. معمولا عمل مقدم بر انگیزه است. وقتی شروع میکنید انگیزه خود به خود پیدا میشود. به جای آنچه میتوانید بگویید نظر خود را در چند سطر بنویسید. میتوانید بگویید لزومی به سر حال بودن نیست. وقتی شروع کنم احتمالا حال و حوصله پیدا میکنم. روش TIC TOC. از انجام چه کاری تفره میروید؟ نوشتن نامه های تشکر. وقتی به انجام این کار فکر میکنید چه احساسی دارید؟ از کلماتی مانند نگران، احساس گناه، دلسردی یا کلافه شدن استفاده کنید. بعد برای هر کدام از 0 تا 100 امتیازی را در نظر بگیرید. احساس 1، گناه 80 امتیاز، 2، دلتنگی 90 امتیاز، 3، فقدان انگیزه 90 امتیاز. این نمودار شامل 3 ستونه، ستون اول TIC یا شناخت‌های محل کار، ستون دوم خطاهای شناختی، ستون سوم TOC یا شناخت‌های کارگر. 1. ستون اول: باید این همه نام را بنویسم.
خطای شناختی، تفکر هیچ یا همه چیز. TOC مجبور نیستم همه را امشب بنویسم، اما اگر دست کم یکی از آنها را بنویسم احساس بهتری پیدا می‌کنم. TIC 2 می‌توانم نامه را وقتی حال و حوصله بیشتری دارم بنویسم. خطای شناختی، استدلال احساسی. TOC برای شروع نیازی به روحیه خوب نیست، وقتی شروع کنم احتمالا حال و حوصله پیدا می‌کنم. TIC در واقع باید همه را همین حالا بنویسم، اما حوصله ندارم. خطای شناختی، عبارت باید دار و استدلال حساسی احساسی. TOC به سود من است که همین حالا شروع کنم. TIC خیلی خسته کننده است، بهتر است کمی تلویزیون تماشا کنم. خطای شناختی، پیشگویی. TOC یا شناختای کارگرا، از کجا می‌دارم که خسته کننده است؟ شاید نباشه. می‌توانم یکی از نامه‌ها رو بنویسم و نتیجه‌اش رو ببینم. ممکن است تماشای تلویزیون آنقدرها هم جالب نباشه. بعداً به خاطر ننوشتن نامه احساس گناه می‌کنم. برای تمرین ستون‌های سمت چپ و میانی مثال زیر را تکمیل کنید. افکار مخل کار ستون سمت راست، افکار نگران کننده هستند که بیماران من برای انجام ندادن کار با آن دست به گریبان می‌دهند. سعی کنید خطاهای شناختی هر کدام را بیابید و جای آنها را با افکار سالم عوض کنید. بعد جواب‌های خود را با جواب‌های من مقایسه کنید. مهم نیست که جواب‌های ما هر دو به یک شکل باشند. لطف این روش به این است که هر کس می‌تواند روش منحصر به فرد خود را بنویسد. ممکن است بگویید روش TIC/TOC روش مسخره است که به من کمک نمی‌کند. این هم در واقع یکی دیگر از اندیشه‌های مخل در کار است که می‌تواند به تفره رفتن از کار منجر گردد. آیا می‌توانید خطاهای شناختی آن را بیابید؟ نمونه از پیشگویی است، زیرا پیشبینی می‌کنید که این روش به شما کمک نمی‌کند و حال آنکه دلیلی در دست ندارید. استدلال احساسی هم هست. به صرف اینکه احساس می‌کنید این روش‌ها مؤثر واقع نمی‌شوند، نتیجه می‌گیرید که حقیقتاً تأثیر نمی‌کنند. و سرانجام آنکه خیال می‌کنید کلکی در کار است و حال آنکه اینطور نیست، اگر آن را روشی مانند روش‌های دیگر به حساب آورید، بهتر می‌توانید مؤثر بودن آن را آزمون کنید. ستون اول TIC، ستون دوم خطاهای شناختی، ستون سوم TOC. TIC 1 هرگز گاراژ را تمیز نخواهم کرد. آتش‌آشغال‌ها سال هاست که روی هم انباشته شده اند. خطاهای شناختی، پیشگویی و تفکر هیچ یا همه چیز. TOC می توانم کم کم این کار را بکنم. مجبور نیستم که همه را امروز تمام کنم. TIC 2 نمی خواهم برای امتحان درس بخوانم. خطاهای شناختی، استدلال احساسی. TOC مجبور نیستم، اما مطالعه برای امتحان عاقلانه است. TIC 3 مطالب زیادی هست که باید بخوانم، کلافه می شوم. خطاهای شناختی، تفکر هیچ یا همه چیز. TOC هرچه زودتر شروع کنم زودتر تمام می شود. به جای کلافه شدم بهتر است ببینم برای ساعت بعد چه باید بکنم. TIC 4 اعتماد به نفس ندارم، نمی دانم مسائل را چگونه حل کنم. خطاهای شناختی، استدلال احساسی، عبارت باید دار. TOC هنوز قرار نیست که اعتماد به نفس داشته باشم و همین علت است که باید مطالعه کنم. TIC باید از رئیس اداره تقاضای اضافه حقوق بکنم، اما خواهش کردن را دوست ندارم. خطای شناختی، عبارت باید دار، استدلال احساسی. TOC به سود من است که تقاضای اضافه حقوق کنم. زحمات زیادی کشیدم و حالا زمان جبران آن فرا رسیده است. ممکن است برایم این تقاضا دشوار باشد، اما کاری است که به هر جهت باید انجام دهم. آیا می توانید با این اندیشه منفی برخورد منطقی کنید؟ چه می گویید؟ می توانید بگویید به نظر می رسد که نوشتن افکار منفی به من کمک نمی کند، اما تا امتحان نکنم از نتیجه آن آگاه نمی شوم. شاید مؤثر واقع شود، فهمیدنش چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. حالا افکار منفی مربوط به کاری را که از انجام آن اجتناب کرده اید در ستون سمت راست برگه که در پایان این فصل برای تمرین شما اختصاص دادم یادداشت کنید. خطاهای شناختی این افکار را مشخص سازید و جای آنها را با افکار مثبت‌تر و واقع بینانه تری پر کنید. از فایده‌اش تعجب خواهید کرد. مرحله 5، به خود امتیاز بدهید. وقتی کاری را که از انجامش تفره رفته اید شروع می کنید، بهتر است به جای بی ارزش جلوه دادن کار از خود، به خاطر کاری که کرده اید تشکر کنید. زنی به من میگفت که از صبح تا غروبی وقفه کار میکند، اما سر شب به فکر کارهایی که فرصت انجامش را نداشته است میافتد. در نتیجه احساس میکند کاری صورت نداده است. به او پیشنهاد کردم که همه روزه فهرستی از کارهای انجام داده اش را تهیه کند.
با مطالعه این فهرست در پایان روز احساس بسیار بهتری پیدا کرد، زیرا به سادگی فهمید که کارهای زیادی صورت داده است. حالا فرض کنیم که هنوز پس از این همه کاری که کرده در پایان روز احساس بدی دارد و خود را موفق نمی داند. به نظر شما مشکل اصلی او چیست؟ روانپزشک شوید و تشخیص خود را در چند سطر زیر بنویسید. چرا همه روزه احساس می کند که کاری صورت نداده است؟ به اعتقاد من مسئله از صبح تا شب کار کردن نیست. احساسات منفی او احتمالاً به این دلیل است که ترجیح می دهد ادامه تحصیل بدهد یا شغل بیرون از منزل داشته باشد. ممکن است خود را زیر فشار بگذارد تا کاری را که فکر می کند باید بکند انجام دهد. ممکن است به علایق خود بی توجه باشد. البته ممکن است سودی هم در این کار باشد. ممکن است با این ذهنیت از دست دادن به کارهایی که می تواند به شکست منتهی شود خودداری کند. کدبانوی ناخشنود اما وظیفه مند و کاملگرا احتمالاً کمتر تهدید کننده است، اما با این استدلال زندگی به فعالیت تکراری بیروحی تبدیل می شود و رنجش مزمن و ناخشنودی او ممکن است ازدواجش را مسموم کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.